کسی که میاد دانشگاه فرهنگیان آره. معلم شد بخواد مهاجرت کنه، بخواد ادامه تحصیل بده مثلا آمریکا، کانادا، آلمان، هر جا، چه اتفاق میفته؟ دقیقا چه اتفاق میفته؟ بچه تا حالا چیزی راجع به مزایای دانشگاه فرهنگیان شنیدی؟ معایبش چطوره؟ میخوام امروز راجعش صحبت کنیم باهاتون. کد با کدومش شروع کنیم؟ مزایای معایب؟ من میگم از خوبیاش بریم بگیم اول. باش. بعد برسیم به نکات منفیش. من شروع کنم. شروع کنم ببینیم چی هست. مزایای دانشگاه فرهنگیان قطعاً اولین چیزی که به ذهنتون میرسه بحث حقوقه. شاید براتون خیلی شیرین باشه. میخواین مبلغشو بدونی. حقوق میگم باشه. هو قطعاً یه مزیت خیلی بزرگه، ولی مبلغشو بذارین آخر ویدیو بگم. حداقل نجومیه بچه‌ها. خیلی نجومیه. و بذارین جلوتر بگم. یکی بحث علاوه بر بحث سابقه کار و بیمه و ایناست دیگه. یعنی بچه‌ای که کارشون رو انجام دادن بعد از مصاحبه و پذیرفته شدن نهایی و اینا، کاری آزمایشون هم انجام دادن که اینا رو باز توی یه ویدیو دیگه میگیم. شما تو پلی لیست فرهنگیان احتمال میتونید ببینید ویدیو مربوط به اون موضوع رو. شما از 18 سالگی استخدام آموزش و پرورش میشین. شما از 18 سالگی استخدام آموزش و پرورش میشین و اون دوره 4 سالی دانشگاه به صورت آزمایشی رسمی، درست میگم آزمایشی رسمی، مشغول به کار میشین. یعنی در واقع یه معلم، یه دبیر که باید 30 سال در واقع کار کنه تا بازنشست بشه، 4 سالش همون دانشگاه میشه، میمونه 26 سال دیگه اگه خدا بخواد و خود فردان بخواد، میتونه توی این ارگان ادامه فعالیتشو داشته باشه. پس این دو تا مزیت شد. مزیت دیگه هم میخواین شما بگین؟ یکی از مزایای دیگه‌اش اینه که بیمه داره. از همون موقعی که شما وارد دانشگاه فرهنگیان میشین، تحت پوشش بیمه قرار میگیرید و مثل یک کارمند رسمی آموزش و پرورش میتونید از مزایای بیمه تکمیلی و حالا اون بیمه عادی استفاده کنید. بیمه درمانی و اینا دیگه. آره خیلی اوکی. و سنواتتون هم سربازی رد میشه همراهش. یه نکته مثبت دیگه هم که دانشگاه فرهنگیان داره اینه که کرد. آره بحث شیرین خدمت سربازی برای آقای پسر هاست و حالا طبیعتا خانوما که ندارن خدمت آره معاف میشن از خدمت مقدس سربازی. البته خب شرط و شرایطی داره، یه سری شرایط داره که میخوایی صحبت کنی راجبه. آره من میگم اشکال نداره. شما بنا به اون تعهد دو برابر مدت زمان تحصیلتون میتونین معافیت در واقع تحصیل و معافیت کاری بگیرید. یعنی تا زمانی که شما اون تعهده رو انجام بدین تموم که شد، بعدش میتونید درخواست کنید برای کارت پایان خدمت. اینم مفصل تر میخوایم بعدا راجبش صحبت کنیم چجوری، ولی فعلا همینقدر بگم شما یه تعهد 8 ساله میدین، جذب آموزش پرورش میشین، استخدام رسمی میشین و حالا باید همراه می فکرم زامن هم یکی دو تا زامن هم میخواستم ببرین توی محضر، یه زامن باید باشه توی محضر بین امضا رو انجام میدین و شما دیگه سربازی رو ندارین. البته روی کاغذ به صورت قانونی دوره آموزشیش رو اون دوره دو ماه فکرم 56 روز دو ماه است، اونو باید توی سپاه بگذرونید. البته ورودی‌های مختلف به هر دلیلی تا الان نوردن تا جایی که من اطلاع دارم. حالا شاید هم واقعا بعضی سال زمزمه‌اش میشه که میخوام ببرم. یه سال بحث کرونا بود نبردن، یه سال نیرو نیاز نداشتن، یه سال یه اتفاق دیگه افتاد، تا الان اکثر ورودی‌ها رو نبردن. حالا به چه دلیل نمی‌دونم. ولی نکته هم بگم اگه قرار به بردن باشه، اونایی که نرفتن هم آره میان اطلاع میزن از ورودی چه میدونم 90 خورده‌ای به بعد همتون باید بیاین و برین سربازی. استادماتی آسون بودن درست دانشگاه، ولی تکالیف خیلی زیاد. اینم بگم یه مزیت دیگه هم داره، حالا خیلی نمیشه گفت مزیت ولی بگیمش دیگه. دانشگاه فرهنگیان مگسه داره منو خیلی اذیت میکنه. این آره. دیگه بذارین ولش کنین تو همه ویدیو هست بچه ها دیگه باش آشنان. یه مزیت دیگه نمیدونم اسم ازش ببریم یا نه، بحث اینه که دانشگاه فرهنگیان دروسش خیلی دروس سختی نیستن. برای مثال میدونید یه رشته های علوم پایه رو اکثرا داره، هم نیست خیلی درساش خیلی درساش مایه بود، این مایه بود. مثلا یه رشته مثل ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، درس علوم پایه اینا توی دانشگاه دولتی اگه اون رشته رو به صورت محض بخونید درس تخصصی بیشتری رو پاس میکنید. پس بهتر باید سخت‌تر باشه دیگه فکر میکنم تا دانشگاه فرهنگیانی که هرچند 150 واحد داره، درس چه میدونم روانشناسی و تربیتی و آموزش پرورش بیشتره، در ازاش مجبور شدن درس تخصصی یه مقدار کمتر کنن. پس راحت‌تره. ولی اشتباه نگیرید، در عوض تکالیف خیلی زیادی داره نسبت به دانشگاه آزاد دولتی. اینا خیلی تکلیف بهتون میدن. یعنی هر جلسه باید یا ارائه داشته باشین یا یه پروژه انجام بدین، یه مقاله حالا سرهم کنید، از این جور چیزا زیاده. دقیقاً. خیلی کار عملی محور بیشتر. دقیقاً همینطوره. همش ارائه محوره.
دانشگاه موافقن که بپردازیم به بحث شیرین تره معایب. معایب خب. معایبی که به نظر من خیلی از مشاورا میان تبلیغ میکنن، دانشگاه فرهنگیان رو هیچ وقت نمیان این معایب رو به عنوان مشاور به شما بگن. نظر من، من جایی ندیدم واقعا بخوان خیلی کامل بخوان معایب رو پوشش بدن. آخه ببینید خیلیشون خودشون فرهنگیان نخوندن، بعد من دیدم توی ویدیوی مختلف میگن دانشگاه عشق، دانشگاه نمیدونم فلان، معلمی عشق هست. آره خیلی حرفا میزنن ولی خب بدیای خاص خودش هم داره. زده میشه که فقط بیان مزایا رو بولد کنن، از اون ور معایبی که موجوده رو میان خیلی کم رنگ میکنن. حالا ما یه ویدیو دیگه هم داریم راجع به تجربیات در واقع حالا دانشجو معلمی و معلمی، احتمالاً این بالا براتون بیاد، نمیدونم این سمت یا اون سمت براتون میاد، میتونین برای آره میتونین اونم برین ببینین. یه پلی لیست فرهنگی داریم قشنگ که همش راجع به فرهنگیان میگیم، مطمئن باشین کامل همه چیز متعلم شین. بازم اگه سوالی بود حتما تو کامنت بگید. خب داشتین راجع به معایب میگفتین. یکی از معایبی که به نظر من خیلی به چشم میاد اون حقوق شیرین دانشگاه فرهنگی. چرا همه چیز هم جز مزایاست هم جز معایب؟ ببین بچه‌ها خیلی ها به شما میگن شما حقوق میگیرید، خب یعنی خب وقتی وارد سیستم میشید متوجه میشید که در دوران دانشجویی که دارید خیلی کسری عجیب غریبی از حقوق خیلی زیادتون براتون اعمال میشه که خیلی هم به حق نیست واقعا. خیلی ناحقه، چون مبلغ خیلی بالایی میان، مثلا 45% از حقوقتون کسر میکنن. مثال میزنم اگه حقوقتون 3 تومن باشه دیگه خب 45% بخواد بره، خب چیزی دست دانشجو نمیگیره طبیعتا. میخوای عددش هم بگین؟ بچه خیلی منتظم. مبلغ نجومی زمانی که ما وارد فرهنگیان شدیم یادم میاد ما خودمون اون موقع 300 تومن 200 تومن اینا میگرفتیم، ولی الان آره با کسری کسری میگرفتیم، ولی الان حقوق دانشجو معلم تا آخرین اطلاعی که من دارم 5,600,000 تومانه. حداقل حقوق یک کارمند رو دقیقا شما میگیرید، یعنی اگه حقوق حداقل حقوق یک کارمند بشه 10,000,000 تومان، شما 10,000,000 تومان رو میگیرید. خب همینطور. بعد الان برای معلما، من با همکارم صحبت کردم با کسایی که تقریبا 2-3 سال سابقه کار تجربی، بچه‌ها نه دانشگاه فرهنگیانه، این 4 سال فرهنگیانه خوندن، 2-3 سال هم دارن میرن سر کار، اونا هم همین حقوق 5,600 یعنی حقوق نو معلما، تازه معلما که 1-2 سال سابقه کار دارن. و حتی دیدم بعضی از همکاران اصلا متأهلن و یا اینجور چیزا هم دارن، ولی بازم همون 5,600 نرسیده. حالا بیشتر دانش معلم هم همینه که 45% شما خودتون حساب کنید میره برای دانشگاه بابت چیزی هولوشه. ببینید حالا فراتر از اون 45% یه سری کسریات وجود داره که بیمه و اینا. آره بیمه است، نمیدونم بازنشستگی، صندوق، حالا اگه جای دیگه هم مثلا تو صندوق آموزش پرورش عضو باشید، مثل صندوق ذخیره فرهنگی، یا وام گرفته باشید، یا وام گرفته باشید، یا عضو نمیدونم صندوق تعاون محل خدمتتون باشید، خب اونم طبیعتا این سری کسریات من اضافه رو شفاف کنم بین اساتید شما. بعضی از بچه‌ها فکر می‌کنن میگن فرضا ما 5,600 حقوقمونه، حالا 1,000,000 و 100 تومن مثلا فرضاً آموزش پرورش کم می‌کنه، میمونه 4,500. از این 4,500 45% کسر میشه؟ نه. از همون 5,600 آره از 5,600 45%ش کسر میشه. حالا اون 700-800 تومن 1 تومن هر چقدر کمتر بیشتر که آموزش پرورش داره برمیداره بابت نمیدونم اون چیزایی که حالا تاها گفت صندوق و نمیدونم بیمه و اینا، اونا هم کسر میشه دیگه بیمه تکمیل اگه باشین. پس عملا یعنی دو تا کسورات داری، این حواستون باشه. و یه نکته دیگه هم که هستش اینه که کسورات ممکنه 45% نباشه، یعنی شاید عددش کمتر باشه، بیشتر از این نمیشه، ولی خب کمتر از این ممکنه بشه. مثلا تو دوران کرونا که مجازی بودش کسری چه تابستون چه زمستون 20% بود. آره آره آره. حالا بچه ها اینا دیگه با جزئیات خودشون میرن میبینن انشالله به امید خدا. اگه به صلاحشون بود میرن فرهنگیان میبینن که تو تابستون بعضی سالا کسری نداریم، بعضی سالا حالا قانون اینجوری که میگن 20% داریم، ایام تعطیل همینجور، ایام مجازی همینجوریه. بالاخره معمولا 20% حداقلش هست و نرمش هم اینه که 45% به ازای اون تعداد ماهایی که شما دانشگاه هستید، برای مثال 7 ماه 8 ماه 9 ماه هر چقدر هستین، 45% کسر میشه. ما بقیش هم فکر کنم 20% اینا ازتون کسر بشه. علیرضا اگر کسی که میاد دانشگاه فرهنگیان آره؟ معلم شد بخواد مهاجرت کنه، میخواد ادامه تحصیل بده مثلا آمریکا، کانادا، آلمان، هر جا، چه اتفاقی میفته؟ دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ شاید خیلی این سال براشون به وجود بیاد آره. و جای خیلی توضیح نداده باشن در این رابطه. آره من خیلی راجع به این موضوع تحقیق کردم یا با بقیه صحبت میکنم، مشورت میکنم ببینن داستان بالاخره چجوریه.
یا فکر خروج از آموزش پرورش هم میخوام بدن چجوری به هر حال امکان پذیره ببینید بچه ها آره تعهدی که اون روز اول میدادین و بعد شیرینی میدادین ببینید اون تعهده اینجوری بود تو متنش اگه دقت بکنی نوشته شده بود که شما دو برابر مدت زمان تحصیلتون به شرط اینکه کمتر از 5 سال نباشد حالا باید برای اون ارگان اون خدمتی که گفتن رو انجام بدین. یعنی چی؟ شما 4 سال لیسانس میخونید دیگه برای کارشناسی قبول شدین فرقیم قاعدتا و دو برابرش میشه 8 سال شما باید 8 سال خدمت بکنید برای آموزش پرورش که تعهدتون تموم شه. ولی منتها این وسط یه چیزی نوشته شده که شاید به نفع خودمون باشه دیگه، به نفع کسایی که فرنگیان خوندیم. نوشته چی؟ به شرط اینکه کمتر از 5 سال نباشد. نظام وظیفه هم ما پرسیدیم یه خورده تحقیق کردیم، مثل اینکه اونجا یه لیست دارن برای آموزش پرورش، مثلا گفتن چه میدونم نیروهاش 5 سال بعد بگذارن تا بتونن کارت پناه خدمت رو بگیرن، برای بانکی ها فلان مقداره، آره برای نظامی ها فلان مقداره. حالا من فعلا رو بحث کارت پناه خدمتشم، بحث خسارتش هم بکنار. قانونن شما 5 سال که سابقه کار تجربی، بازم میگم اون کاری که توی دانشگاه فرنگیان در واقع اون 4 سالی که دانشگاه فرنگیان بودین جزء سابقه کار محسوب میشه، ولی جزء تعهدتون نیست. فکر نکنین اگه 8 سال تعهد دادین 4 سالش رفته 4 سال مونده، نه اشتباه نکنین. شما باید 4 سال 5 سال سابقه کار تجربی داشته باشین که بتونین اقدام بکنین برای گرفتن پایان خدمت و حالا احیانا انصراف از آموزش پرورش. منتها سلیقه‌ایه، یعنی دیدین بعضی از شهرها بعد از 5 سال دادن به بچه‌ها نامه‌ای که بخوان برن نظام وظیفه، بعضی از شهرها هم و مناطق ندادن. شما باید بجنگید، رایزنی کنید که انشاءالله اگه حالا هدفتون مهاجرت یا هر مورد دیگه هستش بتونید بعد از 5 سال جدا بشین. اگه هم نشد که دیگه ناچارین اون 8 سال رو بگذارین. حالا اگه 5 سال رو گذروندید و آموزش پرورش باهاتون کنار اومد و معرفی کرد به نظام وظیفه، میمونه 3 سال دیگه. این 3 سال دیگه محاسبه میشه طبق مقدار حقوقی که حالا دریافت کرده بودین، به ازای اون مقداری مبلغی تعیین میکنن که باید خسارت بدید و بعد از اون خسارت بنا به حالا در واقع انصرافتون اون 5 سال هم بنا به گرفتن پایان خدمت و تمام میشه ماجرا. اگه با گذروندن 5 سال سلیقه اون منطقه شما این بود که بهتون نامه ندن برید نظام وظیفه، خب مجبورید که 3 سال دیگر هم بگذرونید و بدون هیچ خسارتی از آموزش پرورش جدا بشید. البته همه اینا در صورتی که بچه کارشناسی ارشد نخونده باشن. یکی از معایب بزرگ دانشگاه فرهنگیان همین بحث کارشناسی ارشد خوندنشه که آره این حالا عرفا میشه براش سن. آره راجب فعلا تعهده اینم باز بگم، بچه‌ای که میرن کارشناسی ارشد میخونن دوباره یه تعهد دیگه میدن، چه دانشگاه آزاد چه دولتی غیر انتفاعی، کلا چه دانشگاه پولی غیر پولی، خلاصه بگم هر دانشگاهی بخواین کارشناسی ارشد بخونین باید یه نامه بگیرین از آموزش پرورش، موافقت نامه و اینا. حالا فعلا کاری به اینم نداریم که اینم داستان خاص خودش رو داره. عملا شما دوباره باید برید محضر یه تعهد ثانویه بدین بچه ها. اون چیزی که گفتم تعهد اولیه بود و این تعهد ثانویه. اینم دوباره میگن دو برابر مدت زمان تحصیلتون به شرطی که کمتر از 5 سال نباشد. خب شما ارشد 2 سال میخونید، دو برابرش میشه 4 سال، چون گفتن کمتر از 5 سال نباشد ارتقا پیدا میکنه به 5 سال، پس تعهدتون به 5 سال میرسه. اون تعهد شما کلش رو میتونید بخرید، یعنی یه پولی رو در واقع میدید و اون تعهد از بین میره، نیازی نیست برای گرفتن پایان خدمت اون تعهد رو هم حتما بگذرونید. این از این مسئله. حالا یه مبلغی میشه که بنا به، نمیتونم الان یه عدد بهتون بدم دیگه، ممکنه هر کدومتون برای یه ورودی خاصی باشین، بنا به حقوقی که هر فرد گرفته اون مبلغ تعیین میشه. این از این بحث. یه مورد دیگه هم میمونه، فکر کنم اینا من بپرسم شما بپرسین فرق نداره، بچه ها شاید مایل باشن، بحث ارشد آوردیم دیگه، شاید مایل باشن کارشناسی ارشد بخونن، میخوان بدونن که چه رشته‌ای رو میتونن بخونن، آیا دستشون بازه. بعضی از بچه ها من دیدم میگن که با حالا خانواده‌شون مشاوره شون، شاید براشون اتفاق افتاده، میگن که لیسانس تو حالا بیا این رشته رو بخون، ارشد هر رشته‌ای دوست داشتی. آیا این امکان، آره یه بار برای همیشه بگیم این ماجرا امکان پذیر هست یا نه؟ اگه هست چه جوریه، اگه نیست چه جوریه؟ خیال همه رو راحت. امکان پذیر هست؟ من بگم نه. امکان پذیر نیستش. ببین بچه‌ها هر ساله آموزش پرورش میاد، مثلا میگه من دبیر ریاضی ام، نمیدونم فلانی دبیر جامعه شناسی مثلا.
یه سری رشته مرتبط مشخص میکنه، میگه اگر تو دبیر جامعه شناسی فقط در این رشته صرفا میتونی ادامه تحصیل بدی، اونم با یه سری شرایط خاص که تایمی که میخوای دانشگاه بری تداخل ایجاد نکنه با تدریست داخل مدرسه. این مباحث هم هستش. یعنی من که به عنوان دبیر جامعه شناسی نمیتونم برم حقوق بخونم، نمیتونم برم روانشناسی بخونم. اونی که دبیر ریاضیه مثلا باید رشته‌های مرتبط با ریاضی، اونم بازم محدوده. یعنی دقیقاً مثلا اون که دبیر ریاضیه خب طبیعتاً میتونه رشته‌های بیشتری مثلا طیف گسترده‌تری رو بره ادامه تحصیل بده، ولی خب بازم راضی کننده نیستش. یه سری رشته محدود گذاشتن 10 تا نمیدونم 4 تا 5 تا 6 تا و صرفاً فقط اونا. تکمیلش اگه میخوای توضیح بده بچه‌ها. آره ببینید بچه ها، بعد اینم بگم چون اینم دیدم هر جایی نگفتن و خیلی به اشتباه افتادن، بس ادامه تحصیل برای آموزش پرورش مهم نیست شما لیسانستون چی بوده، مهم اینه که الان توی چه سمتی مشغول به فعالیت هستید. فرضاً اگه شما کارشناسی ریاضی خوندین، یعنی فرنگی دبیر ریاضی خوندید و الان دبیر فیزیک هستید به صورت کامل، یعنی کل موظفین دبیر فیزیکه، حکمتون دبیر فیزیکه، شما میتونید رشته‌ای رو بخونید که یه دبیر فیزیک میتونه بخونه. شما اگه نمیدونم لیسانس شیمی دارین الان معاون مدرسه هستین، میتونید رشته‌ای رو بخونید که معاونت مدرسه حقش رو داره. حالا یه بخشنامه دارن از سال 94 آموزش پرورش این تصمیم رو گرفته که یه بخشنامه تهیه بکنه و مشخص کنه که کسایی که توی سمت‌های خاصی در واقع مشغول به فعالیت هستن چه رشته‌ای رو میتونن بخونن. برای مثال بچه‌ای که توی عنوان یا سمت دبیری زبان انگلیسی هستن میتونن مترجم زبان انگلیسی و ادبیات زبان انگلیسی بخونن که خب خیلی دستشون بازه دیگه. بچه‌ی ادبیات فارسی هم همینطور، فقط میتونن ادبیات فارسی برای ارشد بخونن. البته بچه‌ها یه چیزی، یه نکته‌ای که اینجا من دوست دارم بهتون بگم، حالا خب یه چیزی که واقعیت اینه که تو آموزش پرورش نشود نداریم. آره من حالا اینو میگم، بچه‌ها و داشتم میگفتن دیگه، حالا یه سری رشته‌ها مثل علوم تربیتی یا بچه‌ی همون ابتدایی بهشون میگن، اسم بهشون ابتدایی اونم بیشتر از همه دستشون بازه، روانشناسی شاید مدیریت ها رشته دیگه رو میتونن بخونن. بعدش هم بچه های ریاضی و فیزیک خورده و شیمی و زیست دستشون بازه. حالا کاری به این نداره. چیزی که شما گفتید، شما بذارید من باز کامل تر بگم، شما وقتی که انتخاب رشته میکنید یه دانشگاهی قبول میشید، فرق نداره دانشگاه آزاد، دولتی، غیر دولتی، هر چیزی که قبول شدین، باید یه موافقتنامه‌ای رو از ارگانی که در واقع اونجا خدمت میکنید بگیرید که بتونید درس بخونید. اون موقع داشت آموزش پرورش میاد میبینه که شما چه عنوان سمتی دارید و بنا به اون بخشنامه‌ای که داره تصمیم میگیره بهتون آیا موافقتنامه بده یا نه. بعضی از بچه‌ها میگن خب اشکال نداره، ما نمیخوایم مدرکمون اعمال بشه، افزایش حقوق بخوریم، برامون مهم نیست، هر رشته که دوست داریم میریم، آموزش پرورش هم اعمال نکنه. ولی خب این اشتباهه، همون اول بهتون موافقتنامه نمیدند که بخواین بعداً بگین اعمال میشود یا نمیشود، کلا بهتون موافقتنامه نمیدن. اینم بگم خیالتون راحت بشه. ولی شدنیه بچه، ولی شدنیه، اصرار دارن. حالا باز من کاملتر میگم بهتون، بیشتر توضیحش میدم، باز میکنم مسئله رو. من توصیه میکنم همون اول تلاش خودتون رو بکنید. فرضاً اگه شما دبیر ادبیاتی میخواین برین مشاوره بخونید، اشکال نداره، شانس خودتون هم تان کنکورش رو بدین و برین صحبت بکنید، حتما با اداره کلتون، با اداره منطقه خودتون، ممکنه یه جایی سلیقه‌ای هم عمل بشه، بستگی به اون شخص هم داره. و اگه دیدین آموزش پرورش موافق نیست، به نظر من خودتون تو این چالش نندازید که بگین من شروع میکنم دانشگاه رو، حالا یه ترم نشد ترم دوم نشد ترم سوم، بالاخره موافقتنامه رو میدن. من میشناسم از دوستان و همکارانی که بعد از 3 ترم ارشد خوندن مجبور شدن انصراف بدن، حتی کنکورشن هم رتبه خوبی آوردن. همون اول تلاشونو بکنید، اگه ما پدامه شد که برید بخونید و لذت برید استفاده کنید، اگه هم نشد که هیچی. خب بچه ببینید توضیحات خیلی به نظر من کامل بودش. آره واقعا دیگه. آره واقعا کامل ترین توضیحات ممکن بودش. اگر سوالی بازم داشتید ابهامی بودش نما. بپرسید حتما و سعی میکنیم توی کلیپ جوابشو بدیم. آره دیگه، ما میخوایم ببینیم شما در واقع چه موضوعی رو میخواین در موردش اطلاع داشته باشین، ما کامنت بذارین جوابتون رو میدیم. اگه دیدیم موضوع جالبیه، خیلی ها براشون جالب باشه، که حتما ویدیوش میکنیم. اگه از ویدیو خوشتون اومده بچه ها لایکتون نره، کامنت انگلیسی، آره کامنت معنیدار بذارین، سابسکرایب یادتون نره، اون زنگوله هم بزنین که هر وقت ما ویدیو براتون گذاشتیم بسیارین بیاین تشریف بیارین و ویدیو ما رو ببینید و ازمون حمایت کنید.